توافق پنهانی سیاف با اشرف غنی. انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 که هنوز در مورد برگزاری آن بگو مگوهای زیادی وجود دارد، در فضای سیاسی کشور صفبندی ها و کش و قوس های بی سابقه ای را به وجود آورده است و گروه های مختلف با تفاوت های فکری و ایدئولوژیک با هم بر سر منافع و مصالحشان دست به توافق های پیدا و پنهانی زدند. گفته شده است که یکی از این توافق های پنهانی و مرموز توافق عبدالرب رسول سیاف است که ظاهراً به طور پنهانی با اشرف غنی کنار آمده است. با همین دلیل در این اواخر سر و صدایش خاموش است و کدام اظهار نظر و موضع‌گیری روشنی از او دیده نشده است. گذشته از این دلایل و قراین آشکار نشان می‌دهد که به احتمال زیاد او با غنی کنار آمده است. مورد اول گماشته شدن اسدالله خالد رئیس پیشین امنیت ملی و از افراد نزدیک به آقای سیاف به عنوان سرپرست وزیر دفاع ملی از سوی رئیس جمهور هست که میتواند به عنوان یکی از شرطهای حمایت سیاف از اشرف غنی در انتخابات 1398 باشد. مورد دیگر آن انتصاب دوباره مسلمیار رئیس سابق مشرون جرگه از سوی رئیس جمهور هست که وی هم از افراد مربوط به آقای سیاف بوده و از اعضای برجسته تنظیم او و شمار می رود. و مورد سوم اعلام اسم حبیب الرحمن سیاف پسر آقای سیاف در لیست ابتدایی نامزدان مجلس نمایندگان از ولایت کابل هست که گفته می شود همه این موارد به عنوان پیش شرط برای حمایت آقای سیاف و حزبش در انتخابات پیش رو از تیم اشرف غنی و آقای سیاف داده شده است. سیاف یکی از رهبران ضد طالبانی بوده که در این اواخر به خاطر موضع‌گیری های تندش در مقابل طالبان هواداران زیادی برای خودش کسب کرده است. در کنار همه اینها او یکی از منتقدان سرسخت حکومت توافقی وحدت ملی هم و شمار می رفت که بارها در مناسبات های مختلف از کارکردهای حکومت نقد کرده و گفتن نیست که آقای سیاف در گذشته ها هم با آنکه استاد ربانی را بارها استاد رهبر خود خوانده است، اما در انتخابات ریاست جمهوری از حامد کرزی حمایت کرده بود. ممنون از اینکه با ویدیو امروزی پرستو تیوی همراه بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.